این فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاری به داخل کشوره. از طرفی منتفع شدن ما هم این هست که این تکنولوژی منتقل میشه و بعد هم از این فرصت خداداده استفاده میکنیم. و یکی از دلایلی که ما در شهر تهران یا شهرهامون گرما بیشتر داریم در فصل تابستان این است که زمین خاکی رنگ و در واقع مثلا با علف تبدیل شده پشت بام و اینا باعث انعکاس خورشید گرما میشه. شما هر چی در واقع لوازمی بذارید که اینا بتونن انرژی رو جذب بکنن و از انعکاس جلوگیری بکنن گرما کمتر میشه. لذا من قطعا توصیه میکنم برای آسایش خودمون، برای مصرف انرژی کمتر و برای به قول معروف آرامش بیشتر، من به همه توصیه میکنم هر طور شده از انواع مختلف اینا، حالا این یه مدلش بادی داره، اینا موضوع آب هست، از همه اینها میشه استفاده کرد و به نظر من هم شیرینه هم به نفع همه است. یعنی ما به دلیل اینکه حالا یه منفعت اقتصادی ببریم سراغ این کار نرفتیم، گرچه من در محاسباتی که کردم چه من این پولمو میذاشتم توی بانک سود بانکی میخواستم بگم چه این یکی میشد، در نتیجه میگفتم حالا برای چی بذارم بانک، اقلا این کار رو بکنیم که هم در واقع بتونیم یه کمکی به اقتصاد خودمون بکنیم، هم این که بالاخره از این سیستم که من در دانشگاه هم خیلی تبلیغ میکنم بین دانشجویان بتونیم حداقل یه نمونه ای داشته باشیم بگیم آقا ما هم این کار کردیم. من فکر کنم فرهنگ سازی میتونه خیلی کمک بکنه، البته شیرین هم هست، حتی من فکر کنم ما هزینه زیادی هم ندیم، اما مزه استفاده از انرژی های پاک و این که ببینیم که صدمه ای به جایی نمیزنیم، نه تنها ما در واقع داریم از لحاظ اقتصادی به خودمون کمک میکنیم، داریم به کشور هم کمک میکنیم، من فکر میکنم همه اینا میتونه خیلی مؤثر باشه. ایران در واقع دومین کشور پرتابش دنیاست به دلیل تابش خوب خورشید، بودن 365 روز از سال ما خورشید رو داریم و 4 ساعت تابش مفید داریم که رتبه دوم رو در دنیا داریم. حدوداً 10 برابر فروش انرژی برق، اینم به دلیل اینکه خب یارانه و سوبسید به برق تعلق میگیره، از این طریق به بخش خصوصی و مردم برای احداث نیروگاه انگیزه ایجاد بکنه.
در واقع به دلیل شرایط خب جاری کشور و نوسان قیمت ارز و ارزهای جاری و تورم که در متناوبا در حال تغییره، سرعتی خورده کمتر شده، ولی توسعه برای نصب و احداث این نیروگاه ها مد نظر هم دولت هست هم وزارت نیرو، که امیدواریم در آینده پس از گذر از این شرایط بهبود بیشتر و سرعت خوبی رو داشته باشیم. از قبل بود، بعد یه چه ها چشمک زن.